کجا مونده؟ نیومد، مادر بزرگ میخواست بخوابه. آخه فردا صبح میخواد بره سر کار، خسته بود تفلی. تفلی. اون پسرای دیوونه چی؟ اونم فردا صبح میخواد بره سر کار مادر بزرگ. پس هر دوتا خوابشون میاد. آره؟ وای نه مامان بزرگ، به جهنم که میخواد بره سر کار. آره؟ یا خدا مامان پنبه، منو ببین عروس فاده ای، فکر میکنی من گول شماها رو میخورم؟ دنیز، میتونیم راجع به جلسه با هم دیگه حرف بزنیم؟ کدوم جلسه یالین؟ همون جلسه‌ای که بعد از کار با هم رفتیم. آها، همون جلسه‌ای که شما دیر رسیدین اونجا؟ آها، الان که گفتی جلسه، امروز معاون وزیر زنگ زد فردا میاد شرکتت. بله بابا بزرگ، فردا میخواییم نرم افزار سلامت رو ارائه بدیم. به من گفت تو هم بیا تا هم دیگر رو ببینیم. نظرتون چیه بچه ها؟ خوبه پدر بزرگ، بیا. داداش، حل مشکل برنامه به کجا رسید؟ واسه یه فردا تونستی حلش کنی؟ حلش کرد. اوکیه. فردا یه مقدار کار داره. تا آخرش انکار میکنیم. هر اتفاقی افتاد هیچی نمیگیم. الو. داداش باشه، من تو راهم، الان میرسم. پدر بزرگ، دنیز داره میره بیرون. به تو چه ربطی داره؟ پدر بزرگ تا صبح بر نمیگرده ها. پسر بزرگیه، چرا من باید حرفی بزنم؟ پدر بزرگ فردا جلسه داریم، این بیرون رفتن وسط هفته آخه چه معنی میده؟ یالین پسرم، نکنه تبی چیزی داری ها؟ بگو چه تبی، چه تب سوزناکی به سرش اومده. زنده باشی بابا بزرگ، هم کار میکنم هم لذت میبرم. چاکریم. قربونه دخترم. منو تو کار و تفریح خودت شریک نکن. سری بگو ببینم به کی سینتو نشون دادی ها؟ ای بابا به چه زبونی بگم، من سینمو به کسی نشون ندادم مامان پنبه. پسر شیر من نشون داد. نشون داد مامان بزرگ. بعدم عمو اومد اونو چپ و راستش کرد و کتکش زد و لهش کرد. زیر مشت و لگد حسابی سیاه و کبودش کرد. وای فدای پسر با غیرتم. سلامت باشی. اما مامان بزرگ اشتباه شد. من کسی رو سیاه و کبود نکردم که. یعنی این بچه دروغ میگه؟ ای بابا مامان پنبه، باور کنی این بچه دیوونه است، میخواد جلب توجه کنه. تو این کار استاده، چرا حرفامو باور نمی کنی؟ من نوه شمام، میشه بپرسم چرا اصلا باید اون تخته ده فوتی رو بخوام لمسش کنم؟ چرا؟ معلومه که نمیخوام، منظورم اینه که نمی کنم. اگه هم میکردم میگفتم، میومدم میگفتم مامان پنبه من این تخته ده فوتی رو لمس کردم، اما نگفتم. در ضمن اگرم همچین اتفاقی می افتاد، برادر عزیزم اونو زنده نمیذاشت. مگه نه داداش عزیزم؟ مگه نه؟ بگو. درسته مامان بزرگ، اطمان می کشتمش. میبینی؟ میکشه. پس حالا که برادرم قاتل نیست بس تموم میشه، چون همچین اتفاقی نیافتاده. اگه افتاده بود الان شورت و شلوار و پیرهنش رو واسه داداشم برده بودم زندان. اما ببین ما همه اینجاییم، یعنی این دارو که دروغگو دروغ گفته. ما صبح باید
من سر کار خیلی زیادی دارم. چقدر خوابم میاد خدایا. خیلی خوابم میاد. شبتون بخیر. من میبوسمت مامان پنبه بوس. شب بخیر. شب بخیر. رفت. آره. منم دیگه برم دیگه. دوتایی در رفت. دیشب خونه شما چی کار میکرد؟ به تو چه؟ وقتی ازت سوال میپرسم درست جواب بده. یا خدا چرا؟ دفنه؟ ببخشید آقای ایالی، در حال حاضر نمیتونم به دفنه ای که باهاش تماس گرفتی دسترسی پیدا کنم. لطفا در صورت امکان هیچ وقت دوباره امتحان نکنین. حالا اگه اجازه بدین به کارم برسم. دیشب پیش دفنه چی کار داشتی؟ اوه صبح شما هم بخیر آقای یالین. نمیخوام روزمو با صبح بخیر شروع کنم. تو خونه دختره چی کار میکردی؟ دختره ناراحت بود، خواستم دلداریش بدم. آره دلداری دادم به دختراست؟ خب پسرم، یکی از ما باید این کارو میکرد. تو دلشو شکوندی، من درستش کردم. یه حموم درستش میکنی؟ یالین، بگو داداش، احیانا از این دختره خوشت میاد؟ دنیز از خودت حرف در نیار. من دوستش ندارم، نمیخوام تو هم الکی بهش اون یالین بدی. یالین یالین، تو که دوستش نداری پس بذار خودم به فکر این جاهاش باشم. باشه، مشکل حل شد. داداش کجا؟ ورزش. آه یاشین، درو ببن. بیا 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 اینجا. نقشمون قشنگ داره اجرا میشه. داداش رفت ورزش کنه. یعنی الان هی میره به یکی سیشن مش میزنه. نفهمیدی؟ حالا الان باید خوشحال باشم؟ بابا هیچ اتفاقی واسه نمیافته. خب شب نتونستیم حرف بزنیم، بگو ببینم چی شد. چی میخواستی بشه؟ همونطور که برنامه ریزی کرده بودیم یالین اومد، بعد خارج از برنامه سینا اومد و مچمونو گرفت. از شانس خوبمون مادر بزرگ اومد مچ هممونو گرفت. مادر بزرگ کیه؟ اون دیگه اونجا چی کار میکرد؟ اون دومال پسری بود که سینای دفنه رو دیده بود. سینه چی چی؟
چی؟ دفنه اونا رو به کی نشون داده؟ اونا رو به یالین نشون داده. آی و کی بهش نون داده؟ آه جدی؟ حتی نتونستی خطا رو پیدا کنی؟ نمیتونم با دختری که از دیروز خطا رو پیدا نکرده حرف بزنم. من سعی نکردم پیداش کنم چون کار من نیست. تو یه مهندس برنامه نویسی و پیدا کردن خطاهای نرم افزار کارته، چرا نمیگی که نمیتونی؟ من فقط پایتون رو نمیشناسم. در ضمن هر مهندسی مجبور نیست همه زبان ها رو بشناسه. خب؟ هی بهانه. آها، پیداش کردم. داشتم میومدم بپرسم مشکل حل شد؟ آره حل شد، خطا رو پیدا کردم، این کد درسته. دفنه تو فوق‌العاده ای. سلام به همگی. دنیز عزیزم، از بیمارستانی که نرم افزار رو تست می کردیم زنگ زدن. اگه آماده باشیم میتونیم همین امروز سیستم نصب کنیم. فوق‌العاده است. عالیه. پس من باید برم بیمارستان. میرم که برنامه رو تحویل بدم. فعلا. تصادف کرده و سخون رو به تنبابه شکسته. بیمارم تو شکه، ممکنه خونریزی داخلی داشته باشه. نبض رو به کاهشه، تنفسش هم نامنظمه. بیا نوله گذاری کنیم، با اتاق عمل زنگ بزن. سریع خیلی خوب، میتونید اونو ببرید اتاق عمل. اجابه کنید، زود باشید. ساعت شیفت من تموم شده، میتونی کارهای آره آره حتماً. ازگی ببین چی میگم، اگه یه بار دیگه برای شام دعوتت کنم بازم میگی نه؟ خودت چی فکر میکنی گاکای؟ کوتا نمیام. چی میتونم بگم؟ شام نمیام، من رفتم، بعدم میبینم ایت. من تو رو میشناسم. من اینطوری فکر نمیکنم. ما قبلا همدیگر رو دیدیم، این یه نشونه است. وایسا نرو، قبل از اینکه بشناسم کی هستی نرو. ما اصلا همدیگر رو نمیشناسیم. پیدا کردم. من شما رو توی مجله دیدم. شما مدلید نه؟ این یه کلک جدیده، خیلی احمقانه است. گفتی احمقانه؟ ببین من تو رو توی مجله دیدم. آره حتما. آره با این ترفند به جایی نمیرسی. فقط به شما بگم آقای دنیز، تو منو از کجا میشناسی؟
دکتر آمر به اورژانس. کیه که شما رو نشناسه؟ دکتر آمر دنیز آراز هر شب با یه زن تو تلویزیون هستی. اون انگشتشو به من نشون داد. سلام، خوش اومدید. سلام سلام. لطفا بفرمایید. دکتر تاها هر چه سریعتر به بخش کودکان. میگم دیشب خونه دفنه چه خبر بوده ها؟ چه خبری میخوای؟ رفتم پشت در دیدم خانم دفنه با آقای دنیز با هم؟ ولی دنیز چرا پاشد رفت اونجا؟ همون روز قبلش با هم بودن که معلوم شد که میخواد خانم دفنه رو دلداری بده. چیه؟ چی میگی؟ دلداری هر شب اصلا نمیتونم بفهمم. فکر نمیکنی یه ذره دیگه زیادی شده باشه؟ یاشیم برو لباستو عوض کن. اینجوری میخوای جلوی معاون وزیر حاضر بشی؟ آیه یعنی من با چسبوندن این تخته دارم به دفنه صدمه میزنم؟ آره پس آراز تکنولوژی. بله مامان بزرگ. اون کلا بردارم همونجاست. آره مامان بزرگ اونجاست. اگه ببینیش میشناسیش؟ بله میشناسم. فهمیدم. ادریسم چیر مادر بزرگ بیا. باشه مامان بزرگ دارم میام. عزیزم کجا داری میری؟ میریم شرکت عمه تا اون پسری که سینه های عمه رو دیده پیداش کنی. آخ سینه بدبخت شدیم. بدبخت مادر بزرگ داره میره شرکت دفنه. چی؟ کجا گفتی داره میره؟ پیش دفنه میخواد بره اونی که سینه هاشو دیده پیدا کنه. لیلا چرا جلوشو نگرفتی آخه؟ مگه مادر بزرگو نمیشناسی سینا؟ برو جلوشو بگیر یالا. آخ مامان بزرگ دوباره اومدی همه جا رو بهتره کنی. بله داداش. داره میاد اینجا؟ آدی اسکی همین الان بیا جلوی شرکت، بیا جلوی در وایسا. ماما پنبه داره میاد اینجا دنبال کسی که سینه های منو دیده. منظورم یالینه. داداشم داره میاد ولی یه مقدار دوره. مامان پنبه نباید بیاد تو بگیرش. بسه بندیش کن بذارش تو صندوقم. چیکار کنم؟ بر رو بر داره منو نگاه میکنه. چشم در اومده ایک بیری. چی شده؟ منتظر دنیزی؟ طاقت دوریشو ندارم اینجا منتظرم. ای برو دیگه همینجوریشم عصبیم. نه اینکه همیشه آروم و خوش اخلاقی. برو با میمونت دنیا بازی کن. دست از سرم بردار. حسودی میکنی؟ با من شوخی میکنی؟ من دیوونم. بدتری دفنه. بمیر یالی. پدر بزرگ خوش اومدی. ممنونم پسرم. سلام دخترم. سلام پدر بزرگ. دفنه مهندس جدید ماست. دفنه پدر بزرگم آقای سوبن. از آشنایی با شما خوشحالم. افتخاری برای من دختر بودم. بیا پدر بزرگ بیا با هم بریم اتاق من. میتونیم اونجا با هم صحبت. با اجازه شما. اختیار دارین. بفرمایید. بفرمایید. یه چوریه این.
چقدر بدبختم من. ببین پدر بزرگه بقیه چقدر آقا، اون وقت مادر بزرگه منو نگاه کن، دارم دیوانه میشم. اوف، چرا اینا تموم نمیشه؟ چرا ماشین اصلا راه نمیره؟ بجو آتیش گرفتم، حسنم سر رفت. برامو رو دیگه منم اتل کردی آخه. بچه بابا چیه دفنه؟ چه خبر؟ اومدی مامان پنبه رو دیدی، اونو بسته بندی کردی تو صندوق عقب گذاشتی؟ خواهش میکنم بگو. آره نه دفنه، ولی دارم میرسم اونجا. وای کم داشتم، آخرش این دختر منو دیوونه میکنه، دیوونه ی احمق. تو هنوز اینجایی؟ خوش اومدین معاونت مدیر. سلام یالین، چطوری؟ ممنونم، خوش اومدید. سلام. ممنونم. آقای سورای اومدن؟ بله بله اومدن. بفرمایید داخل. یه دیگه چیه؟ بیا جون. شیر مادر بزرگ این به سر است. نه مامان بزرگ. باش. این یکیه. نه مامان بزرگ این یکی هم. این یکی چی؟ مامان بزرگ اینم نی. بریم. اومدم تو ترافیک بودم. باشه، تا یالین شروع به حرف زدن کنه رسیدم. نمیتونی درست رانندگی کنی؟ سلام آقا، خوش اومدید. دختر، این همون دوست پسر دفنه نیست؟ خیلی زود به زود دلش تنگ میشه. ببینم منو تعقیب میکنی؟ چی؟ آخه من چرا باید تو رو تعقیبت کنم؟ اگه دیرم نشده بود برات خیلی بد میشد. اوف، پلاک اون پژو رو بردار، ماشینم هم درست پارک کن. آه سینا،
چی شده؟ مامان بزرگم اومده، مامان بزرگم. چی؟ بیا بریم، بیا، بیا. یه علاقه قشنگم کجایی؟ سرگیجه گرفتم، سرگیجه. دختر، پوشیدن دامن اینجا ممنوع شده؟ نه خیلی. پس شما فراموشکار شدی. فراموشکار؟ چی میگی تو؟ پس دامنت کجاست؟ برا 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 را بیافت. منو به حرف نکش، کار دارم، وقتمو میگیره. این مرد است؟ نه مامان بزرگ. اوی این بود؟ اینم نبود. معاونت محترم، همونطور که تو نمونه ها مشاهده میکنید، میلیون ها داد از بیمارستان های سراسر کشور اینجاست، اما هیچ کدوم از ما از این داده ها سردن نمیاریم. آره، مثل ماتریکسه. برای همین این برنامه دسته بزرگی از داده ها رو که برای ما معنی نداره تفسیر میکنه و برای ما قابل درک میکنه. به لطف این برنامه ما میتونیم وضعیت سلامت ترکیه رو هر ثانیه کنترل کنیم. فکر کنید شما تو دفتر خودتون توی وزارت بهداشت هستید و این صفحه جلوی شماست. شما به این گرافیک نگاه میکنید و میبینید مثلا تو کشور ما در حال حاضر 457,000 نفر مبتلا به آنفولانزا هستن که خوشبختانه تب 355,000 نفر کاهش پیدا کرده. خانم دفنه، الان میتونیم اپیدمی درست کنیم؟ خانم دفنه؟ اپیدمی. حتما. برای مثال فرض کنید که 10 شهروند تو بینگول امروز از مؤسسات بهداشتی استفاده میکنن و با شکایت از تب بالا و کسالت اونها بیماری این شهروندها آنفولانزای پرندگان تشخیص داده میشه. وزارتخانه و واحدهای بهداشتی مجاز به محض تشخیص از وضعیت آگاه میشن و میتونن اقدامات احتیاطی رو انجام بدن و در عرض چند ثانیه مداخله کنن. تمام اپیدمی ها که تو کشور ما اتفاق میفته یا مشکلات اورژانسی بهداشتی که اکثریت رو تحت تاثیر قرار میده در کمترین زمان برطرف میشه. آنفولانزای پرندگان، آنفولانزای خوکی، اپیدمی، هر چیزی که فکرشو بکنید. عالیه، عالیه، تحت تاثیر قرار گرفته. دنیا، یه پیرزن و یه بچه از اینجا رد نشدن؟ چرا، همین چند لحظه پیش از اون ور رفتن. بیا. خیلی خوب، قرارداد نهایی رو ببندیم و کارو شروع کنیم. حتما جناب معاون، فقط یک ثانیه لطفا. خانم بارکو، زنگ بزنید خانم یاشین بگید قرار داده بیاره. اونهاش مامان بزرگ، همون مرد است، خودش بود. ببینم تو اون کلا برداری هستی که سینه های نوه منو دید زدی. یاشی نمیخوای دستم رو ول کنی؟
یک حیوان. که دستمو ول کن آره؟ ای حیوان ترسو، ای حیوان ترسو. ایش تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.